سه روش برای غلبه به استراب اجتماعی. استراب اجتماعی همی خجالت و کمجراتی و همی که ما از جمعه میترسیم زیر تاثیر میریم، ایره میگه استراب اجتماعی. روشی اول بر غلبه بر استراب اجتماعی است که تغییر نحوه فکر. ما بسیار مثلا همی فکر و اندیشه هایی که برای از ما هست، مهم اینه که شما در هر جای زندگی خود هستین، هر نحوه فکر کردنی که داری، هر قسم نحوه اندیشیدنی که داری، میتونیم او یک ذره بهتر باشه. و او چیزهایی که ما از گذشته یاد گرفتیم، اکثر از اون نحوه فکر کردن ما است، فکرهایی است که ما بسیار یک چیزی را ترس های تخیلی و دروغین مثلا در ذهن ما است. مثلا ما میترسیم که ما در پیش روی دیگر یا در جمع اگر صحبت کنیم یا گپ بزنیم چی رقم شوه، مردم بریم خنده کنه، قصه کنه و مردم مرا پوزخند بزنه و مسخره کنه. ولی اگر تو بتونی نحوه فکر کردن خود تغییر بدی با مطالعه و با گوش کردن قسم ویدیوها، دنبال کردن آدمایی که تو رو کمک کنه، بتونی به او ترس ذهنی خود غلبه کنی و بتونی نحوه فکر کردن خود یک ذره تغییر بدی، اون وقت است که شما آماده میشین برای تغییر. هر ترس را یا هر مشکلی را که در زندگی اگر بخواین که او را حل کنین، غلبه کنین، اولین وقت که شما باید با او ترس رو درو شین او است که باید در اینجا در درون خود، در ذهن خود با اونو ترس رو درو شدیم. هر زمانی که ما اول در درون خود آماده شدیم، با اونو ترس رو درو شدیم، او وقت است که بسیار آسان میشه که ما در دنیای بیرونی و در دنیای بیرون بریم از مثلا رو برو شدیم با اون ترس خود. پس این است که شما اولین قدمی که بتونید با استراب اجتماعی خود غلبه کنید، یک نحوه فکر کردن خود تغییر بدین. خیلی آدم ها، ما یک پست در فیسبوک اشته بودم، بسیار مثلا در باره می که ما شتو تغییر کردیم، بسیار کامنت و لایک و گپا زیاد خوردم. خیلی دوستا کامنت های متفاوی داره دادن، کامنت های خوبی، مثلا حمایت کننده چیزایی بله، ولی یک ایده از آدم ها بودن که دید و باورشانی بود که اگر ما میگه ما جرعت ما کم است یا فلان هستیم، این یک چیزی است که ما نمی رقم در بار آمادیم، ما دیگه ما نمیتونیم تغییر کنیم. و اونو قسم فکر و باور و اندیشه اگر خودی داشته باشی، او هیچ وقت شما را نمیگذاره که از شر استراب اجتماعی خلاص شوین. او دوستان میگفتن که مثلا ما اگر در خانواده کلان شدیم، اینمی که چیزی که از دیگه کتاب خواندن و گپا و چیزا برای از ما تاثیر نداره. اگر خودی یک اندیشه دی هستی که ما آدم کم جرأت هستی، از جماعه میترسی، در روابط خود ضعیف هستی، زیر تاثیر میری و اندیشه و فکر تو همی است که مثلا من اینمی هستم، تغییر نمیکنم، پس اینج خوب است که تو باید کتابای رو بخونی، آدمای رو گوش کنی که یک ذره ذهنیتت باز شوه. و اکثر آدمایی که از نظر مالی و از هر چیزی که در مشکل گرفتار هستن، یک ذهنیتی بسته ای داره که ذهن خود باز نمیکنه که بله یک رای دیگه هم هست. و اگر خودت از نظر جرأت، از نظر مثلا روابط اجتماعی خود اذیت هستی، آرام نیستی، مثلا روان خوبی نداری، یکی از راه‌ها تو باید نحوه فکر کردن خود تغییر بدی و یک کمی اوپینمان شوی. دومین رویش غلبه کردن به استراب اجتماعی، به چلنج کشیدنی سرزنیش ذهنی. ما در گذشته خود بگیم یا در هر جایی که هست، اگر شما یکی مثلا یک آدمی هستی که استراب اجتماعی داری، کم جرأت هستی، زیر تاثیر میری، گپ زدن نمیتونی، یکی از ویژگی‌های اصلی توی است که تو بسیار خود سرزنش میکنی. اگر یک انده خطایی میکنی، تا روزها در کلید میچرخه که من این کار بعد کدوم احساسی بیارزیشی میکنی، یا اگر در مجلس مثلا پیش روی مردم یک دانه گپ برای میزنی، گپت خیلی یا گپی جالبی نیسته، اونج تو خود بعد از او بیخی دیگه کل مجلس ساکت میشینی و خود سرزنش میکنی که من همیشه این رقم گپا میزنم. شاید اینا رو در صدای بلند نمیگیم، ولی در درونی ما، در ذهنی ما اینمی که تو اذیت میکشی بعد از این، مثلا این ایر خوب دقت کنید، دفعه اگر در مجلس رفتی یا پیش روی دیگران رفتی، خطا کردی یا کار کردی یا زیر توسر رفتی، خوب دقت کن چرا بعد از این اذیت هستی. همین که بعد از اون رنج میبری، میفهم دلیلش چیه. ای است که ما خود سرزنش میکنیم، سرزنش میکنیم که ما نمیفهم بی انگیزه هستم، بی ارزه هستم، ما اینی گپی خیلی را زدم، اینی کار کردیم. و سرزنش درونی یک چیزی است که ما را از درون میخوره و جرأت و اعتماد به نفس و خود باوری را و او ارزش های را که ما میتونیم اونا را در دنیای بیرونی از خود نشان بدیم پیش روی دیگر را، او را از ما میگره. و باید دومین کار که تو بیتونی اول روی که مثلا باید یکم نحوه فکر خود تغییر بدی، یکم متفاوت بیتونی فکر کنی. و دومین
مسیری که تو باید اونو سرزنش درونی رو باید 100% توقف بدی. مهم نیست اگر تو بخوای جرأت خود بالا ببری، از نظر مالی در یک جایی برسی، از نظر اجتماعی یک شخصی موفق شوی، مهمترین چیزی که تو رو بسیار پس میزنه در زندگی یا بدترین چیز و اویی است که سرزنش درونی. مهم نیست که هر جایی که برسی، هر کار برسی، اگر سرزنش درونی خود استاپ نکنی و او سرزنش درونی خود به چلنج نکشی. مثلا وقتی که تو میری در مجلس یک گپ خیلی رو میزنی یا زیر تاثیر میری یا یک کار رو میکنی که بعد از خود سرزنش میکنی، برای خود بگو که مثلا چرا من این قدر عذاب میکشم، می کار یا این گپ خیلی رو زدم یا فلان جای زیر تاثیر رفتم یا این کار شد، ولی چرا ما بعد از اون رنگ میبرم. ببین که در او از ذهنی دست درونی میگه که ولی تو نباید این گپ میزدی، تو همیشه این کار رو میکنی، تو این رقم هستی. اگر اونو حالت برید پیش میاد، او رو دقت کن. یک چیزی که هست که ما باید با درون و با احساسات خود دقت کنیم، ما یاد بگیریم، ما بیاموزیم از خود و یک ما کی هستیم و چی هستیم، حس ما چیه، روان ما چی هست، و وقت متوجه میشی که اینمی سرزنش درونی اگر اونو حالت برید پیش اومد، نام خود بگر بگو مثلا اندیشمند این خطا را کرده، درسته، کار جالبی نبوده، ولی ما با اون حالم تو را میبخشون و تو را حمایت میکنم که بتونی انسان متفاوتی شه، ولی در دفعه بعد یاد میگیرم از اشتباه، در دفعه بعد متفاوت عمل میکنم. هر خطایی که میکنی برای خود بگو بله من یاد میگیرم، در دفعه دوم، سوم، دفعه بعد متفاوت عمل میکنه. سومین روش که شما غلبه بتونید به استراب اجتماعیتون، رودرو شدن تدریجی با ترس. شما در این سه روش نفع فکر کردن خود تغییر دادین، سرزنش درونیتون آگاه شدین و او رو میخواین استاپ کنین، مرحله مرحله بیاموزین و این چیز دارم بگیم که اونا زمان در بر بگره. و سومین چیزی که شما باید او را انجام بدین که شخصیتتون کاملا تغییر کنه، دیگه در جماع زیر تاثیر نری، چیزی که میخوایی گفته بتونی در چشم یک نفر بتونی درست سعی کنی و از حق خود بتونی دفاع کنی، و او سومین قدم از این مسیر که بتونی تو رو در او جایگاه برسانه اوی است که رودرو شدن تدریجی با ترس. ترس یک چیزی است که ما را نمیگذاره که ما هیچ کار کنیم. ترس یک دیوال نامرئی یا یک قفسی است که زیادی انسان ها را در داخل خود میگره و اجازه نمیده که او زندگی را که او میتونست خلق کنه یا او رابط را که میتونست خلق کنه، او جایی را که او میتونسته اونجا برسه در زندگی تجربه کنه، نمیگذاره ترس که او برد از او برسه، الا ای که او آدم آگاهانه یا ناآگاهانه او ترس های خود بشکنانه. اگر تو میبینی انسان هایی که مثلا موفق شده، رئیس جمهور شده، فلان شده یا یک جایگاه بالای رفته است، یک چیز را به دست آورده، اونا خیلی هایشان ناآگاهانه با ترس های خود رو دروشته. فرضاً عادت بوده که در پیش روی جمع سخنرانی کردن، خصوصاً که مثلا 10 نفر، 20 نفر، 50، 100 نفر از 100 بوری یک نفر استش و بخوای سخنرانی کنی، بسیار وحشت داره. و اون آدم ها مثلا اولا که رفته سخنرانی کرده خیلی هم ترسیده و زیر تاثیر رفته، ولی اونا یک آرزو یک خواسته ای داشته که او قوی تر از این ترسشان بوده، ولی ناآگاهانه بوده دیگه. هر روز خود رفته مثلا در ایجم سخنرانی کرده، اونجی بازم گپ عرق کرده زیر تاثیر رفته، ولی بازم خسته گپ زده. اینی بوده که اونا تدریجی خود با ترس خود رو درو کرده، یعنی یک بار در اینجی، دفعه دیگه در اونجی کم بیشتر تر، دفعه دیگه در سخنرانی کلانتر. و اگر شما میخواید که در استراب اجتماعیتون می کم جرأتی و خجالت و این مواردتون غلبه کنین، و اوی است که شما باید این استراتژی رو در پیش بگیرین که تدریجی خود با ترسایتون رو برو کنین. اگر از احوال پرسی سلام میترسی سلام کردن، من خودی مینیم قسم بودم، نمیفهم شاید زیاد انسان ها مینیم رقم باشه، که من یکی از چیزایی که خیلی ترس داشتم که مثلا خانه قوم میرفتیم یا ناشناخته یک جایی که من اونا را یک کمی میشناختم ولی اونقدر آشنام نبودم، یکی از ترسای کلانی می بود که من چطور اونجا احوال پرسی کنم، چطور مثلا بگم چطور خوبی، چون زیر تاثیر میرفتم، چشمی ما میزد. دیگه یکی در جمع اگه میشتم یک چند نفر از من پرسان که خود چطور هستی، کجا هستی، زندگی چطوره، اینا ای بسیار باریم سخت بود که ما بشینیم جواب بدیم، چون من بسیار از این نظر ارتباطی ضعیف بودم. و خودی هم اگر مثلا اینمی هر مشکلی که است از احوال پرسی میترسی، از این که در جمعه مثلا ساکید استی گپ زدن نمیتونی، خیلی دوستا پندن که ما در جمعه ساکید استم، و اونی است که تو تدریجی خود با اونو ترس خود رو داری. مثلا در اینی جمع کرفتی یک از در که در آمدی، اولی نیتی باشه که تمرین دیه که برو، از در که در آمدی سلام،
بدون استرس و بدون از این سر خود رقم بگیری سلام این رقم سعی میکنی راحت هم جای جایی میشه، نه که خیلی یک رقم روباتیک هم نه، ولی این رقم فرضم که از در میایی سلام میره قشنگ یک جایی میجی میشینی. اولین تمرین تونی است که یک سلام درست بدی و بعدیش در جای دیگه تیمور سلام هم کمونی کوشش که با یک نفر یک دو تا کلام رو پس پیش کنی، یا اگر دیگر رو گپ میزنی تو ساکت میشینی، حداقل در بین از اون شیشتن یک ساعت نیم ساعت که میشینی حداقل یک کلام گپ یا دو کلام گپ خودی در میزنی. فرضاً یک او آدم ها در باره مثلا اخبار گپ میزنه، خصوصا در باره ما مردم ما و شما در باره سیاست و گپ ها زیاد گپ میزنه، تو هم یک ازی بگو والله راست میگه این رقم، یک چیزی کوتاهی از طرف خود مثلا اضافه کن. و در مجلس دیگه که مر یک کمی زیادتر، در اینجا که مر یک کمی زیادتر، در بیرون یک آدم دیگه رو میبینی کوشش که در اونجا بوری یک ذره خود رو بری کنی گپ بزنی. این رقم رو در رو شدن تدریجی با ترس ها بسیار زود میتونه مثلا ترس شما رو از بین ببره، چون که اکثر از این ترس هایی که من قسم گفتم در نحوه فکر کردن ما کار داره، اینا یک چیزای تخیلی است. مثلا ما خودیم ترس داشت و یک ما در مجلس مکم از بعضیار در مجلس مثلا از کلگی که بیشتر گپ میزنه یک کمی کنترولی مجلس از نظر روانی و یا گپ زدن در دیست داره و ما میتونستم خیلی جوا گپ بزنم، ولی میترسیدم اگر گپ بزنم چه رقم معلوم شوه چی نشوه. ولی وقتی که ما تدریجا خود با ترسای خود رو برو کنم، پسان در جای رسیم که مثلا در بین اتاق در جمع بین دوستای جایی بودیم راحت گپ میزدیم، زیاد هم گپ میزدیم، هر چیز هم میگفتیم، یک کمی تا جایی که مثلا کنترل در دیستیم باشه. و ما اولین بار بود که در نمفهم در کجا بود، در یک قرآنخانی بود، مجلسی بود، هرچی بود در افغانستان، یک حس کردم که چقدر جولی بهش کس مرا مثلا چیزی بدی نمیگه، در طرفیم چیزی به طرف بدرقم سعی نمیکنه، و ای چقدر آسان بوده، چرا ما مثلا گپ نمیزدم، چرا ما متفاوت رفتار نمیکردم. و اونو بود که اگر شما در اونو حس در اونو جای برسید که ای چقدر متفاوت نه، کسی آدم پسخند میزنه، اگر گپ بزنی، اگر مثلا قصه بگی، داستان بگی، در مجلس ساکت نشینی، از او پرسان کنی تو کجا بودی، خوب هستی، جان جور، اگر این رقم باز گپ بزنی هیچ کس آدم چیز نمیگه. و اونو وقت حس میکنی که ما چقدر در یک فکر و تخیل و اندیشه های دروغی گیر مانده بودیم، یک دیوار از اون نابر خود ساخته بودیم که اجازه نمیداد با جرأت رفتار کنیم، اجازه نمیداد که با قدرت پیش روی دیگران ظاهر شیم. و اگر از این سیر روش بتونید زندگیتون استفاده کنین، ما براتون قول میدیم که شما 100% در خجالت و کم جرأتی و اضطراب اجتماعیتون غلبه میکنید و یک انسان بسیار قدرتمندی مثل گذشتیم که ما چقدر یک انسان بودیم، از اونجی تونستم خود در اینجی برسونم، شما میتونید اون قسم انسان شوید اگر بخواید. ولی اینی پروسه یک پروسه ای است که در یک تمرین و در یک امی رقمی نمیشه، زمان در بر داره، مطالعه میخواید و متحد بود ماندن نیاز است و ای که مثلا همیشه در دنبال تغییر باشی و خود با ترسایتان تدریجی روبرو کنی و اینی سه استراتژی شما را 100% در اون جایی میرسونه. بازم خلاصی شعر میگم، اولیشی بود که مثلا ما تغییر نوی فکر و با چالش کشتن سرزنش درونی و سیوم اینجا رو درو شدن تدریجی با ترسا. اگر ویدیو رو تا آخر تماشا کردین تشکری میکنم، تا ویدیوهای بعدی شما رو به خداوند میسپارم، موفق و کامگار باشید.